69مین جشنواره فیلم کن سرانجام آخرین ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار را در بخش اصلی رقابت‌های جشنواره جا داد. این رقابت‌ها از 22 اردیبهشت ماه 11 ماه مه در سواحل لاجوردی کن در جنوب فرانسه آغاز می‌شود. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش می‌دهد. اصغر فرهادی یک بار دیگر بر فرش قرمز کن حاضر خواهد شد. فروشنده آخرین ساخته این کارگردان ایرانی با تأخیر به لیست فیلم های بخش مسابقه جشنواره کن اضافه شد و حالا به عنوان 21مین فیلم این بخش با آثار کارگردانانی همچون آلمادوار، برادران داردن، جیم جارموش و چندین و چند نام پر آوازه دیگر دنیای سینما رقابت خواهد کرد. در مورد فیلم های ایرانی امسال بیش از 50 تا و اینطور که شنیدم حدود 60 فیلم کلن به بخش های چهارگانه فستیوال کن معرفی شده بود و تمام فیلم های رسیده از ایران تا قبل از روز کنفرانس مطبوعاتی تا 14 همه رو خود کمیته انتخاب اون 4-5 نفر اصلی دیده بودن. منتها روز کنفرانس مطبوعاتی فقط یک فیلم رو اعلان کردن از ایران که همین فیلم وارونگی باشه که بعد از صحبتهایی که پیش اومد که آقای تیری فرمو هم گفتش که ما اون فیلم رو باید ببینیم. به هر حال تا دیروز بحثای گوناگون بود سر دو فیلم، تا اینجا که من میدونم که پریروز هم حتی گفته شد که فیلم آقای رسولوف توی مسابقه خواهد بود، ولی دیروز از به بعد صحبت ها عوض شد و فیلم آقای فرهادی رو انتخاب کردن. اضافه شدن فیلمی به لیست مسابقه جشنواره کن اتفاق تازه‌ای نیست و مسئولان این جشنواره گاه برای کارگردانان شناخته شده سینما امتیازات ویژه‌ای قائل می‌شوند. اتفاقی که پیشتر هم یک بار برای سینمای ایران افتاده است. در سال 1997 که فیلم آقای عباس کیارستمی که آماده نشده بود و دلایل دیگه‌ای هم داشت، این درست یک روز قبل از فستیوال کن به پاریس رسید و فردا اعلان کردن که این فیلم در مسابقه فستیوال اضافه شد و حتی اسم این فیلم توی کاتالوگ جشنواره و اینا هم نیست و جایزه هم گرفت و خوشبختانه جایزه نخل طلا رو گرفت که از اون موقع تا حالا هنوز ایران منتظره که یه نخل دیگه هم ببره. حالا انشاءالله ببینیم امسال چی میشه. هفتمین ساخته بلند فرهادی که پیشتر برسد به دست آهو نام داشت، داستان زوج جوانی است که در حال تمرین نمایشنامه مرگ فروشنده اثر آرتور میلر هستند. این زوج با نقل مکان به خانه‌ای که پیشتر زنی به نام آهو در آن ساکن بود، تحت تأثیر فضایی قرار می‌گیرند که به خشونت در رابطه آنها منجر می‌شود. علاوه بر فروشنده، 4 فیلم دیگر از کارگردانان ایرانی در بخش‌های دیگر جشنواره امسال حضور دارند. بارونگی ساخته بهنام بهزادی در بخش نوعی نگاه از ایران، سکوت ساخته علی عسگری و فرنوش صمدی از ایتالیا در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه، روی تپه‌ها اثر حمید احمدی از انگلستان و فیلم آرام ساخته فرشته پرنیان از فرانسه در بخش سینه فونداسیون. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.